به نام خدا. به درس پنجم از مجموعه درس‌های آموزشی زبان ترکی استانبولی خوش آمدید. در این درس روزهای هفته، ماه‌های سال، فصل‌های سال و همچنین اصطلاحات مربوط به زمان را بررسی می‌کنیم. پیش از اینکه درس را آغاز نماییم، اگر هنوز عضو کانال ما نشده اید، روی دکمه سرخ رنگ سابسکرایب کلیک نمایید و عضو کانال ما شوید. و اگر هم علامت زنگوله را فعال نگه دارید و ما از اینکه درس جدید را منتشر نمایم با خبر میشید. خب بیاییم با هم به درس امروز بپردازیم. ابتدا روزهای هفته. در ترکیه مانند کشورهای اروپایی هفتهشان از روز دوشنبه آغاز می‌گردد. یعنی روز اول هفته دوشنبه می‌باشد. و پازارتسی دوشنبه. پازارتسی به معنای دوشنبه یا همان روز اول هفته. ساله به معنای سه‌شنبه. ساله به معنای سه‌شنبه. چهارشنبه به معنای چهار شنبه. چهارشنبه به معنای چهار شنبه. پنجشنبه به معنای پنج شنبه. پنجشنبه پنج شنبه. جمعه جمعه. جمعه جمعه. جمارتسی شنبه. جمارتسی به معنای شنبه. پازار به معنای یک شنبه. پازار یک شنبه. خب تا اینجا با روزهای هفته در زبان ترکی آشنا شدیم و همچنین به یاد داشته باشیم که روزهای شنبه و یک شنبه در ترکیه ادارات دولتی، مکاتب، مدارس و بانک‌ها تعطیل می‌باشند. یعنی دو روز اخیر هفته و یا هفته سونو، در زبان ترکی هفته سونو گفته میشه و این دو روز روزهای تعطیلی در ترکیه و اکثریت جاها تعطیل میباشه، به استثنای بعضی شرکت ها و بعضی کمپانی های خصوصی که اونا در روزهای شنبه تا ظهر کار میکنن. دیگه اکثریت جاها در روزهای شنبه و یک شنبه تعطیل میشه. حالا میپردازیم به چند اصطلاح ضروری دیگر که در کنار روزهای هفته استفاده میگردن. بگون امروز. بگون به معنای امروز. دون به معنای دیروز. دون دیروز. یارن فردا. یارن فردا. اونجکی گون روز قبل. اونجکی گون روز قبل از دیروز و یا پریروز. اونجکی گون به معنای پریروز یا روز قبل از دیروز. دون دیروز میشد اونجکی گون به معنای پریروز. اوبر گون به معنای روز بعد از فردا. ما گفتیم که یارن به معنای فردا، اوبر گون به معنای پس فردا. اوبر گون به معنای پس فردا. در زبان ترکی اگر خواسته باشیم بگیم پس فردا، میگیم اوبر گون. اوبر گون. خب در ادامه میپردازیم به چند اصطلاح کاربردی دیگر در همین مورد. در زبان ترکی هفته به معنای هفته. هفته به معنای هفته. اگر خواسته باشیم در زبان ترکی بگیم هفته، میگیم هفته. هفته. ماه به معنای آی. آی یعنی ماه. آی ماه. یل یا سنه به معنای سال. یل یا سنه به معنای سال. در زبان ترکی سال یعنی یل یا سنه. یوز یل به معنای قرن. یوز یل به معنای قرن یا صد سال. یوز یل به معنای قرن یا صد سال. خب تا اینجا با روزهای هفته و چند اصطلاح کاربردی دیگر نیز آشنا شدیم و حال میپردازیم به اسامی ماهای سال. اما به یاد داشته باشیم که کشور ترکیه مانند کشورهای غربی از تقویم میلادی استفاده میکنه، یعنی تقویم
کشور ترکیه هم یا تقویمی که کشور ترکیه از آن استفاده میکنه همان تقویم میلادی میباشد که در کشورهای غربی از آن استفاده میشه. و شروع سالشان همان اول جنوریه یا از ماه جنوری سالشان آغاز میکنه، جنوری یا اوجاک در زبان ترکی. اما اسم ماهایشان مانند اسامی ماهای انگلیسی نیست، بلکه اسامی مخصوص به خود را دارند که با هم بررسی میکنیم. اوجاک به معنای جنوری، اوجاک جنوری، شوبات فبروری، شوبات فبروری، مارت مارچ، مارت مارچ، نیسان اپریل، نیسان اپریل، میس می، میس می، یا ماه می معنای میس در زبان ترکی. حزیران به معنای جون، حزیران به معنای جون، تموز جولای، تموز به معنای جولای، اوستوس یعنی آگست، اوستوس همان ماه آگست، ایلول سپتامبر، ایلول سپتامبر یا ماه سپتامبر، اکیم اکتبر، اکیم اکتبر، کاسم نوامبر، کاسم نوامبر، آرالک، آرالک به معنای دسامبر، آرالک دسامبر، ماه آخر سال میلادی یا همان دسامبر در زبان ترکی آرالک. و همچنین در زبان ترکی فصل های سال، فصل های سال عبارتند از ایلک بهار، ایلک بهار به معنای بهار، ایلک بهار یا همان فصل بهار، یاز تابستان، یاز به معنای تابستان یا فصل تابستان، سون بهار به معنای خزان یا پاییز، سون بهار به معنای خزان یا پاییز، کش، کش به معنای زمستان، کش زمستان. فصل بهار در ترکیه و یا همان ایلک بهار از 20 مارچ یا 20 مارت و یا همان اول برج حمل آغاز می‌گردد و تا 21 جون یا 21 حزیران ادامه دارد. و همچنین فصل تابستان در ترکیه و یا همان یاز در زبان ترکی از 21 جون یا 21 حزیران آغاز می‌گردد تا 22 سپتامبر ادامه دارد. فصل خزان و یا پاییز از 22 سپتامبر آغاز تا 21 دسامبر ادامه دارد. و همچنین فصل زمستان یا همان کش از 21 دسامبر شروع میشه تا 20 مارت و یا 20 مارچ ادامه داره. خب تا اینجا با اسامی ماها و فصلهای سال آشنا شدیم. در ادامه میپردازیم به چند اصطلاح پرکاربرد دیگر که در زمانهای از روز استفاده میشه. طلوع آفتاب یا طلوع خورشید در زبان ترکی گون دومو، گون دومو به معنای طلوع خورشید یا طلوع آفتاب، گون دومو به معنای طلوع آفتاب، صباح به معنای صبح، صباح صبح، اوله یا اولن به معنای نیمه روز، اوله یا اولن به معنای نیمه روز یا وسط روز، اولدن سن را یعنی بعد از ظهر، اولدن سن را به معنای بعد از ظهر، اکشام به معنای عصر یا شام، اکشام به معنای عصر یا بعد از عصر تا شام، اکشام به معنای عصر یا شام، گون باتمی به معنای غروب آفتاب، گون باتمی به معنای غروب خورشید یا غروب آفتاب، گجه به معنای شب،
گجه یارسه به معنای نیمه شب. گجه یارسه به معنای نیمه شب. و همچنین سه اصطلاح کاربردی دیگر که در درس‌های آینده از اینا زیاد استفاده خواهیم کرد. ثانیه، دقیقه، ساعت. ثانیه به معنای ثانیه، هم ثانیه میشه. دقیقه به معنای دقیقه که قبلا هم در این مورد صحبت کردیم که کلماتی که از زبان فارسی و یا از زبان عربی وارد زبان ترکی شده، اگر در ترکیب از او کلمات حرف قاف وجود داشته باشه، در زبان ترکی چون حرف قاف وجود نداره، حرف قاف را به کاف تبدیل کردن. در اینجا دقیقه همان دقیقه است در حقیقت، که آمدن قاف های دقیقه را به کاف تبدیل کردن دقیقه شده. دقیقه به معنای دقیقه. مثلا خواسته باشیم بگیم چند دقیقه، میگیم کاچ دقیقه. یا اگر خواسته باشیم بگیم یک دقیقه، میگیم بیر دقیقه. بیر دقیقه یعنی یک دقیقه. ساعت به معنای ساعت. اگر خواسته باشیم بگیم ساعت چند، میگیم ساعت کاچ. ساعت کاچ یعنی ساعت چند. که در آینده انشالله طریقی سوال کردن ساعت، سوال کردن روزهای هفته و همچنین ماها اینا را خواهیم خواهد. خب دوستان عزیز، درس امروز را در همین جا به پایان میرسانیم. امیدوارم مورد استفاده شما قرار گرفته باشد. اگر مورد استفاده شما قرار گرفته، ویدیو را لایک نمایید و اگر هنوز عضو کانال یوتیوب ما نشدید، همین حالا روی دکمه سرخ رنگ سابسکرایب کلیک نموده عضو کانال ما شوید. و همچنین اگر علامت زنگوله را نیز فعال نگه دارید، به محض اینکه درس جدید منتشر نماییم مطلع میشوید. شب روزتان خوش. خدا نگهدار.